25 اسفند 1334 ظاهراً بچه ناقص به دنیا آمده بود. مادر امید داشت ولی با تمام خوشبینیش باز هم حدس نمی‌زد که 25 سال بعد پسر نارسش فرمانده بزرگ یک سپاه از جوانان ایران باشد. او عاشق کتاب خواندن بود و همه جور چیزی می‌خواند. همه چیز غیر از کتاب‌های مدرسه و همین بالاخره کار دستش داد. انتظار همه چیز را داشت جز مردود شدن در مدرسه. اما در آن روزهای نخست دهه 50 کسی اثری از هوش و استعداد در غلام حسین نمیدید. یه خونه‌ای طبقه دومش آتیش گرفت، بیدرنگ حرکت کرد که بره داخل. غلام حسین هیچ وقت اهل قهرمان بازی نبود. جسارت و شجاعت را همیشه داشت. حتی خانواده‌اش هم چیزهای تازه‌ای از او می‌دیدند. دوران اوج التهابات سیاسی کشور بود و نهادهای امنیتی نسبت به دانشگاه‌ها حساس شده بودند. نتیجه کارهای غلام حسین در دانشگاه این بود که بعد از 3 ترم اخراج شد. آخرای 56 رفت سربازی. از میان همه سربازان ژاندارمری ایلام فقط یک نفر بود که جربزش را داشت. از سربازی و لباس نظامی خوشش نمی آمد. امام رحمت الله علیه دستور دادن که سربازا فرار کنن، از سرباز ما دیدیم اومدیشون. تب انقلاب در کشور بالا می گرفت و اوضاع کلن به هم ریخته بود. روز 22 بهمن همه چیز تمام شد. بیشتر اهل کاغذ و قلم و فکر بود. یک ماه دیپلم جدیدی گرفت و در رشته علوم انسانی برای کنکور ثبت نام کرد. خرداد ماه سال 1358 اولین شماره روزنامه جمهوری اسلامی در تهران چاپ شد. بالاخره از طریق یکی از دوستانش با سردبیر روزنامه قرار ملاقات گذاشت و خیلی زود کارش را شروع کرد. آن روزها شهر پر بود از خبر و حادثه. در طول چند ماه خبرنگار زبده‌ای شده بود. چند ماه از پیروزی انقلاب می‌گذشت، اما هنوز ناامنی بیداد می‌کرد. به این فکر کرد که شاید این اخبار و اطلاعات گرهی از کار مملکت باز کنه. مقام معظم رهبری تلفنی با من تماس گرفت، گفت یه جوان خوبی هست علاقمنده که کار اطلاعاتی بکنه. ایشون اومد، دیدم خیلی جوان و با استعدادیه. به دوستان پرسنلی هم گفتم که دیگه ایشون حسن باقری هستن. و روز 31 شهریور سال 59 خیلی زود از راه رسید. درست 2 سال و 4 ماه قبل از پایان زندگی 27 ساله غلام حسین.
اول مهر 1359. قصه آن روزهای شهر همین بود. دری باز می شد، جوان برومندی ساک به دست بیرون می آمد و به سوی سرنوشتی نامعلوم رهسپار می شد. راه دیگری نبود. دشمن بی‌محابا دروازه ها را می شکست و جلو می آمد. جوانهای شهر، آنهایی که زور بازویی داشتند، باید دست به کار می شدند. در میان کسانی که آن روز از در خانه‌هایشان بیرون آمدند، جوان 24 ساله‌ای بود که صورت کم‌مو و هیکل نحیفش او را کوچکتر از سنش نشان می‌داد. او در میان آن همه جوان برومند و خوشنقش خیلی به چشم نمی‌آمد، اما به این وضع عادت داشت. ساکش را بست تا سهم خود را ادا کند. دوربینش را هم برداشت. چون خبرنگار بود و می دانست اگر فرصت جنگیدن برایش پیش نیاید، دست کم می تواند عکس و خبر تهیه کند. روزهای اول خرمشهر قلب حوادث بود. جوانها توی شهر جمع شده بودند. همه از همه جای ایران آمده بودند تا خرمشهر از دست نرود. جوانها سنگ تمام گذاشته بودند. دشمن پشت دروازه های شهر گرفتار شده بود. آوازه مقاومت خرمشهر به همه جای ایران رسیده بود. بچه های روزنامه جمهوری اسلامی از همان روزهای اول به خرمشهر آمده بودند. نبرد کوچه به کوچه جریان داشت و بچه های روزنامه مدام خبر و عکس می فرستادند. همه در خرمشهر بودند، اما از غلام حسین خبری نبود. شنیده بودند که او در اهواز است. فیلم ها و پول بچه های روزنامه که تمام شد، برگشتند اهواز. فرصت خوبی بود تا سراغی از غلام حسین بگیرند. آنها دم در گلف خیلی منتظر ماندند، ولی کسی غلام حسین افشردی را نمی‌شناخت. یه چند روزی که تو خرمشهر رو اینجا موندیم و خودی چیز کردیم، بعد دیدیم خاصیتی نداریم به اون صورت، چون اصلاحی که نداشتیم. از طریق این دوست من شنیدم که حسن باقری اومده اهواز، رفته گلف. رفتیم گلف، یادم خیلی دم در گلف معطل شدیم. یه صبح زوری معطل شدیم در گلف که هرچون گفتیم غلام حسین افشردی، هر کی میواد، چون ما رو راه نمی‌دادن، ما رو نمی‌شناختن. هر کی میواد بیرون گفتیم برو داخل صدا کن، داد بزن، هر جوری که هست. یا آقایی به اسم غلام حسین افشردی بگو بیاد دمدر کارش داره. تا آخر سر اومد گفت ببین از این بعد اومده اینجا افشردی، چون ما عادت کرده بودیم افشردی میگفتیم، حتی غلام حسینی رو نمیگفتیم. گفت من اسمم میگی حسن باقری. گفتم برو بابا ببینم حسن باقری چیه. همینجوری ها گفت که ببین من اسمم دیگه اصلا افشرده میگی جواب نمیدم، تموم شد دیگه. در این چند روزی که بچه ها در خرمشهر بودند، غلام حسین افشردی جایش را به حسن باقری داده بود. بچه های روزنامه گیج و سردرگم شده بودند. آخرین نشانه غلام حسین افشردی خبرنگار دوربینی بود که آن را هم به سعید سپرد. یه دوربین هم داشت، دوربین نیکون یادمه. در بود که گفت اینم بگیر دستت باشه، مثلا فرض کن برای منم عکس بگیر اینجوری چیز کرد. بعد گفتم من هنوز شوکه شدیم که اسمش حسن باقری خیلی چیز بود. ماجرای آن روز تمام شد، اما تا مدت ها بچه های روزنامه نفهمیدند این چند روزی که از غلام حسین دور بودند چه اتفاقی افتاده. این اسم
یعنی حسن باقری از کجا سر در آورده؟ ما شروع کردیم تو سپاه دنبال این که اجازه بدید ما بریم جبهه. اینا هم هی دارن میگن جنگ شده، سپاه نیاز به نیرو انسانی داره، شما کارتون خیلی مهمه، سنگر پرسنلی کمتر از سنگر جبهه نیست، اما حرفایی که تا آخر جنگ بود و در آینده هم خواهد بود، همیشه سنگری برای رقابت با سنگر واقعی پیدا میشه. ما هم میگفتیم نه آقا این کار از کس دیگه، ما باید بریم جبهه و این حرفا. این دعوا مرافع وجود داشت، یک ماهی تقریبا این کشمکش وجود داشت. حالا خبر میرسه که خرمشهر داره سقوط میکنه، ما مثل سیر و سرکه میجوشیم، هی تلفنی با ایشون صحبت میکنم، ایشون میگه که حالا سعی کن بیای، چی جوریه، نمیذارن بیای تو سپاه فلان این حرفا. اوایل آبان ماه ما یک برگ ماموریتی گرفتیم، یعنی یک تیم 4 نفره‌ای شدیم، از تهران حکم ماموریت گرفتیم و اسلحه و اینام گرفتیم و راه افتادیم رفتیم اهواز. وقتی محمد به اهواز رسید، یک ماهی از شروع جنگ میگذشت. او فکر میکرد غلام حسین در اهواز مشغول کار خبرنگاری است، اما برادرش را در جایی دید که هرگز انتظارش را نداشت. مثلا فرض کنید که حوالی غروب بود یا قبل از غروب بود ما رسیدیم نزدیک اهواز. شهر اهواز به شدت خلوت بود، مثل شهر اروا تک و توک مردم دیده میشدن، ای گفتن خاموش کن چراغای ماشین رو، خاموش کن گل به مال ماشین رو، در حالی که مثلا اصلا این خبرها نبود، خبری نبود، کسی مفاهیم نظامی و اینکه استتار چگونه باید کرد، در چه مواقعی باید کرد، این چیزا رو کسی توجیه نبود، همه داد می‌زدن که ماشین رو گلمالی کنید فلان، گویا ما واسه ماشین اون گلمالی کردیم و اصلاً همون هم آماده کرده بودیم که مثلا انگار تو اهواز قرار درگیری بشه. توی سپاه اهواز پرسجو کردیم، گفتن باید برید گلف. فردای آن روز محمد و دوستانش عازم گلف شدند تا غلام حسین را ببینند. من که رسیدم اونجا دیدم که اخوی من از یه پله‌هایی داره اومد پایین که سوار ماشین بشه. من دیدم این بچه های همراه ما، گفتم این چقدر شبیه توه، برادرت؟ گفتم آره برادر منه. رفتم و سلام علیک کردم و این حرفا، دیدم ایشون تو مسئول اطلاعات عملیات و همه میشناسنش و هی بهش مراجعه میکنند و نه خیلی تعجب کردم، گفتم کی شما اومدی، چجوری شده اینا؟ گفت آره من اینجا هم خبرنگارم همینجا. بعد ایشون گفتش که تو پسرخاله منی، اسم تو افشوردیه، من باقریم، کاری نکن که متوجه بشن که من اسمم چیه. واقعا در این یک ماه چه اتفاقی افتاده بود؟ غلام حسین وقتی که می آمد یک خبرنگار ساده بود، حالا بعد از یک ماه برادرش به ماجراهای تازه‌ای پی می برد. راستی او اینجا چه می کرد؟ جواب سوال پیش محسن رضایی بود. یک ماه قبل، اهواز، روز اول جنگ. روز اول جنگ، محسن رضایی که مسئول اطلاعات سپاه بود، خودش را به اهواز رساند. من بلافاصله رسیدم، این همون صبح اول درگیری اینا من تو اهواز بودم. من روز اول که اونجا بودم دیدم خیلی اوضاع به هم ریخته است. کسی از جبهه خبر نداره. اوضاع آشفته‌ای بود. هیچ کس اطلاعات درستی از ابعاد حمله دشمن نداشت. بازار شایعه داغ بود. هر کس تصویری از دشمن میداد که با دیگری فرق میکرد. دشمن در خرمشهر کجاست؟ هیچ کسی ده. ارتش میگفتیم کجاست؟ بالاخره دشمن کجاست؟ تو جریان نبود. ما خودمون از سپاه‌ها اطلاعات، سپاه خرمشهر آی جانارا مستقر بود، مرتب اخبار اطلاعاتش رو میگرفتیم. یا در خوزستان آی شمخانی فرمانده سپاه خوزستان بود، منتها سپاه برای جنگ آماده نشده بود. داشتیم صحبت میکردیم که خب حالا چطور خوزستان چطور اداره بکنیم، که اومدن بمباران کردن. اینجا که بمباران شد، من به دوستان گفتم این تو اینجا که نمیشه، شما سپاه اهواز که میخواد کل جنگ جنوب اداره کنه خودش زیر بمب باشه. بلند شدیم رفتیم این محل گلف رو پیداش کردیم. محل گلف اولا از شهر خیلی دور بود، اون موقع هم این مناطق اصلا ساخته نشده بود که الان شهر وصل شده به گلف، اینجا همش خالی و بیابون بود. اون موقع رفتیم اونو پیدا کردیم، دیدیم خب اولا جای خوبیه، یه چند تا تپه سنگی و خاکی وجود داره، از اون سمتش هم ارتفاعات در مجاور او میتونست خودش یه پوششی باشه
و به این ترتیب بود که ساختمان باشگاه گلف اهواز به پایگاه منتظران شهادت تبدیل شد. اونجا که ما رفتیم دیگه من شروع کردم یه تعداد بچه ها رو صدا زدن. روز اول جنگ غلام حسین دوربینش را آماده کرده بود تا برای عکاسی و تهیه خبر به جنوب برود. گروهی از بچه های روزنامه صبح رفته بودند. او هنوز ماشین پیدا نکرده بود. دنبال کسی میگشت که او را به اهواز ببرد. کسی پیدا نمیشد. ناگهان به یاد یکی از دوستانش در اطلاعات سپاه تهران افتاد و با او تماس گرفت. بخت با او یار بود. آنها با یک گروه عازم جنوب بودند. ماشینشان یک جای خالی داشت. همین جای خالی زندگی غلام حسین را برای همیشه تغییر داد. وقتی محمد به خانه می آمد، جیپ آهوی را سر کوچه دید که در آن چند نفری منتظر بودند. شبش ما تماس گرفتیم، خونه گفتیم چیه؟ گفتن که آره آقا غلام تماس گرفته که من میخوام برم اهواز، فردا میخواد بره. فردا بعد از ظهر من رفتم دیدمش، اومده بود خونه خود لباس جمع کنه، همجوری سر پا هلهلی لباس جمع کنه بره. یه ماشینی هم اومده بود، یه آهوی دم در نگه داشته بود، پیادهش تو لباس جمع کنه و بره اهواز. محمد خبر نداشت که این جیپ آهو قرار است سرنوشت غلام حسین را رقم بزنه. خود غلام حسین هم نمیدونست. اخوی ما غلام خبرنگار بود، اونقدری که ما میدونستیم یک خبرنگار بود. خب ایشون رفت و ما هم فکر میکردیم که ایشون خبرنگار روزنامه جمهوری اسلامی در اهواز رفته به خاطر جنگ کمک بچه های اهواز، و واقعا هم تا دو سه ماه کمک بچه های اهواز کرده بود. یه هم مطلب مینوشتم، عکاسی میکرد براشون، روزنامه جمهوری هم چاپ میکرد. بچه های اطلاعات تهران که رسیدند، یک راست رفتند سمت گلف. غلام حسین هم همراهشان رفت، بی خبر از این که محسن رضایی آنجا منتظر آنهاست. از میان جمع، محسن رضایی غلام حسین را شناخت. او همان جوانی بود که 9 ماه پیش از روزنامه جمهوری آمده بود تا به بچه های اطلاعات تهران کمک کنه. بالاخره حسنی که اومد دیدیم، آره این همون برادریست که ملاقات باش کرده بودیم. بین این دوتا دیدار ما هم من دیگه حسن رو کم دیده بودم. یعنی شاید مثلا توی 8-9 ماه، مثلا 7-8 ماه، شاید مثلا من یه بار بیشتر دیگه حسن رو ندیده بودم. محسن رضایی همانجا و بدون هیچ مراسم خاصی مسئولیت اطلاعات ستاد را موقتاً به غلام حسین سپرد تا بعداً فکری برایش بکنه. نه دستور کاری وجود داشت و نه سابقه ای از اطلاعات جنگی. باید یه اطلاعاتی را از یه جنس دیگه درست می‌کردیم که نمی‌خواستیم به این اطلاعات امنیتی ما دست بزنیم. دیگه من گفتم شما همین گلف مستقر بشید و اطلاعات عملیات رو اندازی بکنید. در حقیقت اطلاعات عملیات در جنگ یا اطلاعات نظامی در جنگ به دست حسن تأسیس شده. محسن رضایی رفت دنبال کارهای دیگر و حسن باقری را با اتاق کوچکش در گلف تنها گذاشت. دیگر همه فقط این اسم را می شناختند، حسن باقری. حسن باقری فقط یک اسم مستعار نبود، شخصیت تازه‌ای بود که متولد شد تا کارهای بزرگی انجام دهد. چیزی از حسن دیده بودید که به سپارید به حسن، یا اینکه مثلا چون کسی دیگه نبود؟ نه، چون هم کسی دیگه نبود، هم حدس ما هم این بود که حالا حسن کار شروع میکنه، فوقش هم در آینده نتونست، بیم تقویتش میکنیم یا یک کسی دیگه جاش میذاریم. و کسی هم بهش نمیگه برو بمون. مثلا گویی که حالا یه ماموریت 2-3 هفته‌ای تو انجام بده بعد بیا تهران. یعنی دستور شبیه این دستور بوده، یه دستور ماندگار و دائمی نبوده. روزی که بچه های روزنامه از غلام حسین جدا می شدند، حتی فکرش را هم نمی کردند که در همین مدت کوتاه او مسئول اطلاعات جبهه جنوب شده باشد.
البته آن روزها فقط اسم اطلاعات را یدک می کشید. تنها چیزی که در آن پیدا نمی شد اطلاعات بود. حسن باقری دست به کار شد. روزی که غلام حسین افشردی برای همیشه به حسن باقری تبدیل شد، اوضاع بد جوری به هم ریخته بود. عراق از چند جهت وارد خاک ایران شده بود. نیروهای داوطلب در کنار یگانهای ارتش و ژاندارمری هر جایی که عراقی‌ها را می‌دیدند جبهه‌ای درست می‌کردند و می‌جنگیدند. نیروهای یکی از شهرستان‌ها یا واحدی از ارتش یا واحدی از بسیج رسیده بود، پشت یک کانالی، دیواری، روستایی، جایی جلوی دشمن را گرفته بود. یعنی یه خط نامنظم کج و کلهی درست شده بود که نه عراقی‌ها درست می‌فهمیدن کجا اومدن، نه ما ایرانی‌ها می‌دونستن که کجا دارن دفاع می‌کنن. یه وضع نابسامان اینطوری بود. هیچ کس از دیگر افراد و موقعیت آنها خبر نداشت. یک گروه از بچه‌های اصفهان در فیاضیه جبهه درست کردند، یک گروه دیگرشان در دارخوین. دزفولی‌ها با مینیبوس خودشان را رساندند و خارج شهر جلوی عراقی‌ها ایستادند. تهرانی‌ها و شمالی‌ها، بعضی‌هایشان توی خرمشهر بودند، بعضی هم رفته بودند سوسنگرد. همه از همه جای ایران آمدند و هر کسی هر جایی که رسید سنگر زد و جنگید. جبهه شکل نگرفته بود، هر که بود، کسی رو نمیشناخت. این ارتشیه، اون سپاهیه، این شهربان چیه، اون ژاندارمریه، این مردم هم اصلا یه جوری قاطی شده بود. هر کسی با غیرت و همت خودش، چون ارتشی که غیرت و همت داشت وایساده بود میجنگید، چون بسیجی که آمده بود کمک میکرد، چون اون سپاهی که آمد، هر کسی با غیرت و همت خودش توی خوزستان یه جوری مانع بود. همه داشتند میجنگیدند، اما کسی به این مسئله توجه نمیکرد که شاید عراقی ها پشت سرش باشند، شاید جبهه روبرو اصلا عراقی ها نباشند. مثلا ممکن بود بچه های شیراز و بچه های مشهد روبروی هم سنگر بزنند و بیخبر با هم درگیر شوند. یا اینکه هواپیمای خودی به جای عراقی ها نیروهای کرمانی را که تازه از راه رسیده اند بمباران کنند. دلیل اصلی این بلبشو بیخبری نیروهای خودی بود. جوانهای ایرانی در سریع ترین زمان ممکن خودشان را به جبهه ها رساندند، ولی انگار کور و بیخبر می جنگیدند. چشم نداشتند. حسن باقری تصمیم گرفت حالا که فرصتش پیش آمده چشم بچه های جبهه باشد. قبل از هر چیز کاغذ سفید بزرگی روی دیوار نصب کرد. روز اول کاغذ سفید سفید بود. هیچ نقشی بران نبود. حسن با کشیدن خط مرزی کار را شروع کرد. از نقشه‌های قدیمی استفاده کرد تا تصویری بزرگ از منطقه جنوب و غرب کشور ترسیم کند. طراحی کالک تمام شد، اما حسن باقری می‌دانست که این نقشه بدون اطلاعات هر روزه و تغییرات لحظه به لحظه مناطق جنگی فقط یک نقاشی بی‌ارزش است. پس شروع کرد به جمع‌آوری اطلاعات. به هر رزمنده‌ای که می رسید در مورد جبهه از او می پرسید. حتی به بسیجی ها یاد می داد که از منطقه خبر و گزارش بفرستند. مثلا تو همین پادگان گلف که می رفتید در و دیوار همه جا زده شده بود، تابلوهایی که با ماژیک نوشته بودن زده بودن، حالت آموزشی به بسیجی‌هایی که اومده بودن یه شب اونجا استراحت کنن، لباس بگیرن، اسلحه بگیرن، یا احیانا یه آموزش 2 ساعته‌ای ببینن برن مثلا جبهه. به اینا توضیح داده شده بود که شما هر جا رفتید مسیری رو که از جاده اصلی جدا شدید رفتید تا برسید به اون جایی که هستید، اینو مثلا زمانش رو محاسبه بکنید، کیلومترش رو میتونید بگیرید، کروکی بکشید، اونجا که رسیدید هر اتفاقی شد به فرمانده اون خط اطلاع بدید. مثلا بگید تانکر آب اومد داره به سنگر عراقی آب میده، یه هلیکوپتر اومد، یه تانک اومد، نفربر اومد، هر چی دیدید اینو بنویسید و به فرماندهتون بدید. به فرمانده هم یاد میداد که اینها رو مثلا به مسئول محور سوسنگرد بدید، حمیدیه بدید، آبادان بدید و اینا بعد به دستش برسه. گزارش های مکتوبی را که از جبهه ها میرسید یک به یک مطالعه میکرد.
با مسئولان سپاه در شهرهای جنگی تماس می گرفت و از آنها گزارش دقیق می خواست. خودش مدام به جبهه ها سرکشی می کرد تا از نزدیک با وضعیت آنها آشنا شود. وقتی از صحت یک خبر اطمینان پیدا می کرد، نتیجه اش را روی کالک بزرگی که ساخته بود پیاده می کرد. شبها خلاصه همه گزارش‌های روزانه و مشاهدات شخصیش را روی چند برگ کاغذ می‌نوشت و صبح اول وقت در چند نسخه به جبهه‌های مختلف ارسال می‌کرد تا همه از اوضاع هم با خبر باشند. این گزارش‌ها بعدها به گزارش‌های نوبه‌ای معروف شد. باور کنید یا نه، تاریخ اولین گزارش نوبه‌ای ششم مهر سال 59 است. یعنی حسن فقط در طول 5 روز اول حضورش در جبهه این سیستم روزانه را راه انداخته بود. یک نسخه از این گزارش‌ها را هم به تهران می‌فرستاد، جایی که محسن رضایی هر روز منتظرش بود. اومدم تهران دیگه مرتب گزارش می‌داد. تلکسای حسن می‌اومد، تلفن گراماش می‌اومد و ما این گزارشات من می‌گرفتم می‌رفتم شورای عالی دفاع و بخش زیادی از اطلاعات منو دیگه حسن می‌داد. روز به روز حسن هی تو ذهن من بالا می اومد، تو چشم من هی حسن اوج می گرفت، هی لیاقت های بیشتری از خودش نشون می داد. نتیجه کار حسن خیلی بهتر از آن چیزی بود که محسن رضایی انتظارش را داشت، اما هنوز اول کارش بود. او برای اطلاعات عملیات نقشه های بزرگتری در سر داشت. به نظر ایشون رسیده بود که مهمترین کار و اولویت دارترین کار نیست که بفهمیم اصلا دشمن تا کجا اومده، ما در کجاها جلوی دشمن نیرو داریم، کجاها نداریم. یعنی یک ترسیم وضعیت واقعی از جبهه خوزستان اصلی ترین نیازمندی بود که داشتیم. یعنی هر کاری می‌خواستیم بکنیم باید بعد از این می‌کردیم. این به عنوان مقدمه همه کارها بود. هنوز کسی حسن را نمی‌شناخت و اهمیت کار او را درک نمی‌کرد. اولویت آن روزهای جنگ عملیات بود. کسی با گوشه دنج و خلوت حسن کاری نداشت. ما آمدیم توی گلف که گزارش بدیم از وضعیت، یه سری امکانات نیاز داریم بگیریم از آقای داوود کریم و بریم. خب تو این ساختمان حالا ما هنوز نمیدونیم کی به کیه، کجا به کجاست، ایناها. از جلوی در رد شدم، دیدم یه جوان یه چارپای زیر پاشه داره نقشه میزنه به دیوار. از پهلو صورتش رو نگاه کردم، دیدم سن و سال زیادی هم نداره. به ذهنم اومد، تصور کردم که این جوان آمده اینجا مثلا ترسیده که بیاد خط، یه جوری خودش اینجا مشغول کرده. بلا هر کی میاد اهواز باید سریع اسلحه یه RPG یه اسلحه GSA بگیره دستش بیاد توی خط جلو عراقی ها رو بگیره که نیان اهواز رو بگیرن. حالا ما 4 تا نقشه هم زدیم به این دیوار، وقتی اومدن گرفتنش به چه فایده؟ باید بیاد جلو. من خودم همین کار کرده بودم، فکر کنم همه باید مثل من فکر کنن. متوجه شد که ما از فارسیاد آمدیم، گفت شما هر روز یک گزارش بنویسید بفرستید برای ما. ما خیلی تحویل نگرفتیم، گفتیم ما می‌نویسیم با آقای کریمی با حاج داوود میدیم اینا. و یک بار دیگر غلام حسین درست مثل بچگی‌هایش در وضعیتی قرار گرفته بود که به چشم کسی نمی‌آمد، اما برای او چندان مهم نبود. طبق معمول سرش توی کار خودش بود. هر هفته ما دعوت می‌شدیم به اهواز. حاج داوود کریمی مسئول ستاد عملیات جنوب بود، ایشون دعوت به جلسه میکرد و فرماندهان از محورهای مختلف میامدن اهواز. منم از دسپول میومدم. معمولا من وقتی میخواستم حرکت کنم از 1 ساعت قبل مینشستم روی یک کاغذ تقریبا آسه، یک کروکی از غرب کرخه ترسیم میکردم. حالا خط خوشی هم داشتم و ارتفاعات رو، رودخانه رو، عوارض رو، اینا رو خیلی قشنگ اینا رو رو کاغذ ترسیم می‌کردم و نیروهای دشمن رو مثلا لشکر 10، لشکر 1، نوع آرایششون رو و همینطور نیروهای خودی، برادرای ارتش و سپاه رو روی اون کاغذ من ترسیم می‌کردم و وقتی تو اون جلسه فرماندهان صحبت می‌کردن من یه تسلط خوبی رو دشمن
و نیروهای خودی داشتم. خب شهید باقری به دلیل اینکه مسئول اطلاعات جنگ بود خوشش می اومد از این نوع بحث من و از این کاغذی که من جلو فرماندهان قرار میدادم و رو کاغذ توضیح میدادم غرب کرخه رو. حسن در جلسات هفتگی فرماندهان هم به دنبال خبر و اطلاعات میگشت. او حواسش به همه چیز و همه کس بود، ولی خیلی ها مسئولیت او را نمیدانستند. یه جسه خیلی ظریف و لاغر و استخوانی داشت و قیافش هم یه دو سه سالی از سن خودش جوانتر به نظر میرسید. قیافش هم قیافه مثلا خشن و نظامی خوشکم نداشت. من معمولا هم میومد دم در جلسه مینشست، یعنی همونجایی که بچه ها پوتینا رو در میآوردن رو همون دم اونجا رو پتو مینشست. من اون اوائل به ذهنم میرفت ایشون کیه، این مثلا جوان لاغر و استخوانی، مثلا ایشون چی داره، مثلا حالا داشته هاش چیه، فهم و درکش از جنگ چیه. اوائلم خیلی نمیشناختمش، مثلا جلسه اول و دوم خیلی جلب میشد. آخر جلسه ایشون میومد به من گفت که مثلا آقای رشید این کاغذ به من میدی، این کالک رو یا این کروکی رو؟ من گفتم در خدمت شما. تحویل میدادم. من از این که ایشون جذب این کاغذ مثلا بنده شده و این تصویری که من روی این کاغذ کشیدم من خوشم میومد. این اولین آشنایی حسن با رشید بود. آنها در ماه‌های آینده بهترین دوستان هم خواهند شد. خیلی از فرماندهان روزهای اول جنگ کار حسن را جدی نمی‌گرفتند، اما کم کم اتفاقاتی می‌افتاد که اهمیت کارش را بیشتر مشخص می‌کرد. مثل ماجرایی که برای جعفر اسدی پیش آمد. 23-24 روز از جنگ گذشته ما هم رفتیم توی فارسیاد کنار رودخانه کارون. یه خط تشکیل دادیم، از این رودخانه کارون عبور کردیم، رفتیم اونور. هر کی اونور بود فکر میکنیم عراقیه دیگه، اونور کارون که دیگه خود ما نیستیم، که ما تنها جبهه هستیم که حالا از کارون عبور کردیم رفتیم اونور. از اون دور یه سری نیرو میدیدیم که خط داشتن، هم ما به اونا تیراندازی میکردیم هم اونا به ما. ما گزارش رو دادیم، حالا حسن آقا ول نمیکنه، بشینید برای من توضیح بدید که شما جاتون کجاست. یه نقشه پهن کرده روی زمین و دو ما سوال میکنه که شما کجایید، اینجای ما رفتیم و رودخانه، خط حد اون 19 کیلومتر از اینجا هستیم تا اینجا. خب عراقی ها کجان؟ میشون گویی که عراقی ها نیستن که، این که این آقای دورچه ایه. گفتیم نبا اونا تیر میزنن و ما مگه میشه. تازه اونجا ما متوجه شدیم که بچه های خراسان که این ور رودخونه جلو کارخانه نورد هستن، با مایی که توی فارسیاد اومدیم این ور، هر دو همدیگر رو نمیشناسیم، فرضمون اینه که عراقیم. اینجور اتفاقات باعث میشد که فرماندهان ارزش کار حسن را بفهمند و به او اعتماد کنند. حسن آنها را مجاب کرده بود که همه تحرکات و تغییرات جبهه را به صورت روزانه به گلف گزارش دهند. به شدت تلاش کرده بود که این فرماندهان رو موظف بکنه که اینها که 24 ساعتی یه بار یه عنصر تدارکاتی میفرستن اهواز، این حتما باید همراه خودش یه گزارش بیاره. من یه روز تو حمیدیه به من زنگ زد، گفت آقای ناصر چرا گزارش نفرستادی؟ گفتم آقا حسن به خاطر اینکه وضعیت عادی بود. گفت آقای ناصری این وضعیت عادی شاید برای شما زیاد مهم نباشه، ولی برای من خیلی مهمه که شما گزارش بدید وضعیت جبهه حمیدیه کرخنور عادی است. همین کلمه عادی من بهره برداری ازش میکنم، این خیلی برای من مهمه و من اینها رو به همدیگه ربط میدم. وضعیت جبهه های دیگه رو هم من میگیرم به همدیگه ربط میدم، یک تحلیل درستی از آخرین وضعیت و تاکتیک های دشمن رو من ارائه میدم. گزارش هایی که در ماه اول جنگ میرسید پر از ایراد اشکال بود. نیروهای شناسایی یک مشت جوان بودند که برای این کار نه آموزش دیده بودند نه امکانات کافی داشتند. اینا میگفتن مثلا خبری نبود، میگه اب نداره، یه کاغذ بردارید بنویسید هیچ خبری نبود تو 24 ساعت. ولی هیچ خبری نبود که نمیشه، حتما دو تا ماشین عراقی دیدید، بگید این چی بود، از کجا اومد، کدوم وری ره. اینا میگفتن از دست چپ اومد رفت دست راست. میگه بابا چپ و راست که برای شما چپ، برای ما که معلوم نیست. این خورشید، این شرق، این غرب، این جنوب، بگید غرب از غرب رفت به شرق، از شمال رفت به جنوب،
چقدر رفت، سرعتش چی بود، خاک میکرد یا آسفالت بود، چاله چوله بود کامیون میرفت یا اینکه مستقیم میرفت، یعنی هی تلاش برای اینکه در بیاره که عراقیا او پشت جبهشون وضعشون چجوریه. با اون امکانات محدود به نظر من کار بزرگی کرد حسن. با اون مثلا من نمونه میگم، توی کل جبهه جنوب یه دوربین 20-80 بود، یه دوربینی بود تقریبا اینقدر بود. این دوربین رو ما دعوا میکنیم سر این دوربین که آقا حسن مجبور شد این دوربین رو با توجه به نیاز مثلا یه هفته جبهه شوش میدادش، یه هفته جبهه سوسنگه، یه جبهه مثلا حمیدیه، این دوربین رو میچرخوند. با همه دردسرهایی که وجود داشت، حسن قدم اول را برداشت. تقریبا در پایان ماه اول جنگ، خط نفوذ دشمن و محورهای اصلی جبهه خودی را مشخص کرد. نقشه حسن جزئیات زیادی داشت. حالا میشد از بالا وضعیت جبهه را تماشا کرد. نحوه آرایش دشمن در پیشانی اراضی اشغالی مشخص بود. این مقدمه کارهای مهم بعدی به حساب می آمد. داوود کریمی در اتاقی دیوار به دیوار حسن کار می کرد. او اولین کسی بود که نتیجه کار حسن را دید. باورش نمی شد که در 25 روز ستاد عملیات جنوب یک واحد اطلاعات قدرتمند پیدا کرده باشد. این گونه بود که یک جوان لاغرندام تهرانی که برای خبرنگاری به اهواز آمده بود پایه‌گذار اطلاعات عملیات در جنگ شد. خب ایشون میاد قطعا اطلاعاتش رو به داوود میده. حتما داوود هم همین ویژگی رو در ایشون تشخیص داده که عجب این جوان خیلی پراستعدادیه، میشه ازش استفاده کرد، حرف برای گفتن از دشمن زیاد داره. وقتی در پایان ماه اول جنگ محمد به جبهه آمد، همه این ماجراها شکل گرفته بود. باورش سخت بود که در عرض یک ماه این همه اتفاق بیفته. او حق داشت که انگشت به دهان بماند. او برادرش را خوب میشناخت. میدانست که خیلی اهل کارهای نظامی نیست. این همان برادری است که وقتی به دنیا آمد، خیلی ها فکر میکردند زنده نمیماند. همان برادری که درسش خوب نبود و کسی فکر نمیکرد آدم چندان باهوشی باشد. برادری که شنا بلد نبود و جسم ضعیفی داشت. حتی تا همین یک ماه پیش، او فقط یک خبرنگار معمولی بود. راستی در این یک ماه چه اتفاقی افتاده بود؟ محمد هنوز نمی‌دانست که این فقط چشمه‌ای کوچک از استعدادهای سرشار برادر اوست. اصلا ایشون یه پاشد آدم نظامی، یعنی برای اولین بار لباس نظامی به تنش کرد، فانوسقه باز پوتین پوشید. اصلا پوتین ندیده بودم به عمرم به پای ایشون که بگید مثلا یه کسی بود که پوتین می‌بوچون میرفت کوه مثلا. نه، کوه هم که اگه میره با کتونی میره. اصلا اهل این حرفا نبود. به اینکه مثلا فلان اسلحه خوب تیراندازی می‌کنه یا نه، اصلا خمپاره و توپخانه یعنی چی، هواپیمای فلان با هواپیمای فلان چه فرقی داره، نمیدونم این درجه یعنی چی، اون آموزش یعنی چی، اون که اصلا این چیزا علاقه ایشون نداره. منتها وقتی گره کار انقلاب به این افتاده بود، چون شده بود عاشق این کارا. اواسط ماه دوم جنگ، محسن رضایی به جبهه برگشت. حالا وقتش بود که حسن باقری را دوباره ببیند. یه ماه و نیم بعد من رفتم دوباره جنوب، که رفتیم توی لشکر 92، مقر لشکر 92. اونجا دیگه حالا فرماندان همه دور هم جمع می شدن، هفتگی استاندار وقت هم که آقای قرضی بود اونم می اومد. اونجا دیگه گزارشات رو در حقیقت با هم می دادن، گزارشاتی که با هم می دادن دیگه اونجا بود که من دیدم حسن خیلی رشد کرده تو این یه ماه چل روز، یه ماه 45 روز. دیگه نقشه میاره تو جلسه، همه جبهه رو توضیح میده، مثلا میگه خرمشهر اینطوره، فرض کنیم سوسنگر الان اینطوره، یا مثلا سمت حمیدی الان دشمن کجاست، تا کجا رسیده. فاصله بین اطلاعاتی که اونا ارائه میکردن با اطلاعاتی که حسن ارائه میکرد خیلی فاصله زیاد و چشمگیری بود. طبیعیه که وقتی یه جای آتش میگیره، هر کسی از راه میرسه با هر وسیله میره سراغ آتش.
بعد شما ببینید یک کسی قلم و کاغذ گرفته دستش، آقا تو چی کار میکنی؟ برو آتیش رو خاموش کن. بعد میبینی این طراحی کرد که این ساختمون 20 طبقه رو ظرف نیم ساعت نجات داد و الا ماها داشتیم با یه ظرف کوچولو آب میریختیم. یعنی شما فرض بفرمایید 6 7 تا محور عملیاتی بود، محور اطلاعاتی بود و هر کدوم این محورها 5 6 تا مسیرهای شناسایی و جبههای کوچکتر داشتند. تو هر کدوم این محورها یک کسی رو گوشت داد مسئول اطلاعات عملیات، که اون موقعی که من رفتم تقریبا شکل گرفته بود، یعنی مثلا یک ماه و نیم از جنگ گذشته بود، افرادی رو گذاشته بود. حالا این افراد تازه کار بودن، یعنی نظامی نبودن به معنی آموزش دیده و اینا نبود، که اون نفرات بعضیشون زندن و وجود دارن و خیلیشون از فرماندهان بزرگ بعدها شدن در جنگ. وقتی سازماندهی کلی اطلاعات جبهه کامل شد، حسن کار جدیدی را در اطلاعات عملیات شروع کرد. قصد داشت شبکه زبده از نیروهای شناسایی درست کند که هدفش نفوذ در جبهه دشمن و کسب اطلاعات از درون نیروهای عراقی باشد. چون اطلاعات درستی وجود نداشت، شایعات درباره توان نظامی دشمن دهان به دهان می‌گشت. حسن می‌خواست توان واقعی دشمن را بشناسد. خط نفوذ دشمن ترسیم شده بود، اما هنوز کسی از پشت این خط خبر نداشت. این برنامه تازه او در اتاق کوچکش بود. در این 27 ماه آخر زندگیش کارهای زیادی بود که باید انجام می‌داد.